ببینید این قدنامه این قدنامه م... اخص برای ایران نیست طبعا خودش گفته در جنبش های اعتراضی در دوره هزار یا ایران همون قد توش هست که هر جای دیگه که این جنبش ها معنی داره که الان تقریبا یعنی همه جای دنیا تقریبا از آمریکا بگیرید تا ایران و نمیدونم یمن و بحرین و سوریه و. این قدم قدمه در اون مورده ولی ایده اساسی من فقط گفتم ایدهشو اینجا توضیح میدم چقدر وقت داریم؟ بیس چلسه ده دقیقه پنج دقیقه، ده, دقیقه، ده دقیقه ده دقیقه اوکی من فقط این ایده رو توضیح میدم ده دقیقه بیشتر نمیشه صحبت کرد ببینید مسئله اینه که یه مشاهده ای که هست که تو صحبت های تا اینجا هم تو کنگره بهش اشاره کردم یه مشاهده ای هست اون هم اینی که تا وقتی تو هنوز قبل از جنبش 99 درصد راستش من داشتم که یه مر... یه... 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 یک مسئله ای داره رومیز میاد رومیز و مرز طبقاتی داره میاد که ما تو عربیات خودمون میگیم مسئله دولت قدرت دولتی و این معلوم بود از انقلاب تونس و مصر معلوم بودین که ش... ب... یایتونه اون موقع بحثی شد خلای قدرت سیاسی در مصر همون هنوز مبارک بود و میگفتم بعدش چه کنیم و... تو پلنوی بود من... و بعد یه مقاله من سر این صحبت کردم که بوجوزی نمیتونه این خلا رو پر کنه و نتونستم به نظرم به خاطر اینکه معلوم بود انقلاب مصر انقلابی نیست میدونم توی کشور جهان سومی به اصطلاح شرقی جهان سومی دیکتاتوری قدیمی که تو خیلی از انقلابات قرن بیست عمل این دیکتاتوری بود مثل خود انقلاب 57 انقلاباتی که تو 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 آفریقا بود انقلاب... انقلابات مختلفی که دیکتاتور بعد از دیکتاتور ان... انقلابات آمریکای لاتین به خصوص خود انقلاب کاسترو انقلاب کوبا علیه دیکتاتور بود انقلاب پنجاب علیه دیکتاتور بود اه... به نظر ظاهرا اینطوری می اومد که نمی ای دیکتاتور یه انقلاب دیگری است از اون هم. همون دور ما گفتیم یک انقلاب دیگری است و امروز من گفتم از جنس 57 بود انقلاب 57 هم به نظر انقلاب دیگری بود میدونید چرا به خاطر اینکه دیکتاتوریایی که تا اون موقع میافتادن تا پنجاه مثلا پنجا هفته ایران اولی شد ولی فعلا به تاریخ امروز بستش کنیم انقلاباتی که علی دیکتاتوری بود انقلابهایی بود که از نظر مضمون اجتماعی علی دیکتاتوری بود که نماینده عقب ماندگی سرمایه بود نماینده نیمه فودالی نیمه مستمره بود نماینده سنت عقب علیه سنت عقب مانده بود علیه ما به اینجا نرسیدیم علیه کودت های 28 مرداد علیه سگ زنجیری علیه امپریالیسم تو همشون از کوبا بگیرید تا انقلاب 57 علیه یه سری سگ زنجیری و علیه قدرت امپریالیستی قدرت استعماری و, و افق و آیندهش اینکه رشد میکنیم ترقی میاد حزب توده 50 سال تو مملکت پرچم میشینه رفورم تمدن صنعت یادتونه تو ایران دوره جبهه ملی سال است یادتونه من اون موقع خودم یکی از فانه جبهه ملی بود یادتونه تو سال سی تو ایران بس بر سر این بود که نه من که دانشگاه رفتم یکی از ایدال این بود که زوباهن نداره من کرد تا وقتی که شاه زوباهن اوبر معلوم میشد فرق نکرد سوزن نمیتونیم بسازیم خیال که نه سوزن ساختن خیلی ساده است خب خیلی مشکل سوزن نمیتونیم ما بسازیم و غیر و غیر. این این ایدال ای اینا رو انقلاب 57 جارو کرد تو ایران جارو کرد ولی و تا قبل از اون انقلاب ها اینطور بود و آ... معنی داشت الان میخندیم اون موقع نمیتونستی بخندی چون سندش عقب بود چون دیکتاتوریش فودالا پشتش بوده یا نیمه فودال پشتش بود و بنابراین وقتی انقلاب میشد فرجی حاصل میشد رشدی میکرد اصل چاری میومد شیر مجله تو مدرسه به من میدن وقتی بچه بودن برنامه اصل چا سواد رو تراخومو تراخم رو برمینداختن مالاریا رو برمینداختن نیروی کار میخواستن دیگه دهخان رو میبردن شهر نشین میکردن انقلاب پنجف انقلاب نیروی محرکت همین کارگران به شهر رانده شده بودن تو خارج از محدوده و... و, تلیه انقلابات بود و, و وقتی من مثل تو مستو دیدم گفتم یه چیز دیگه است. علیه دیکتاتوری هست ولی یه کمی عمیق بشید دیگه یه کمی عمیق بشید این دیکتاتوری جزء انتگره سرمایه جهانی قرن 20 و, 20 و 20 بود سی سال خورده مبارک اونجا بود دست تو جیب آمریکا و تو دوره بعد از مبارزه با اسلام سیاسی هم شاخه مصری سیاهه شاخه رسما مبارزه با توریسم اسلامی متا سر به سیاهه جنرالاش تو پنتاگون با هم فالوده میخوردن با جنرال آمریکایی. جدار همینه که الان سر و انا مردش و جامعه مثل بلند شد علیه اون و اگه تز و آنتی قبول دهید اگه تز آنتی تزش دیگه نمیتونه باشه زندباد اسلام زندباد ناسیونالیز حتی زندباد پارلمان نمیتونه باشه عینا نمیتونه باشه و اگر این توافه ما داره به سرعت توافه میشه به سرعت انقلاب خداگاه تر میشه به سرعت انقلاب میفهمه که جوابی نیست کمان که از روز اول معلوم جواب پارلمان نیست یه نفر رو شما پیدا نکردید این همه مصابه بعد از مصابه تو تحریر تو اینترنت تو تلویزیون های مثل الجزیره یه نفر رو پیدا نکردید که بگه این مبارک جلوی پارلمان رو گرفته بود من میخوام چهار سال بار انتخاب کنم نماینده بفرستم به پارلمان حتی نگفت حقوق بشر گفت دیگنیتی گفت کرامت انسانی نگفت هیومن نگفت دموکراسی بهش گفتن این انقلاب سر دموکراسیه اون گفت اون انقلاب سر تعیین سرنوشته میخوام سرنوشت این فرق میکنن اینکه با چه جارگونای کدوم طبقه یه انقلابی به خودش رجوع میکنه هژمونی اون طبقه رو نشون میده هژمونی طبقه بورژوازی تو مصر نه به خاطر مبارزه سیاسی چون کمونیسم اونجا نبود که هژمونی بزنه زیرش ولی به خاطر عینیات جامعه امروز عینیات دیکتاتوری مصر و قرن 21 دیگه نمیتونست با پارلمان و حقوق بشر بیاد بمیدون گفت نان آزادی کرامت انسانی اینا بود که تلنگر میزد آقا داستانی چیز دیگه است انقلاب 57 بدون آمادگی بورژوازی جهانی برای سرکوبش بدون کنفرانس گوادالوپش برای سوریه نمیتونن کنفرانس گوادالوپش رو نمیتونن چیکار کنن لیبی هم نتونستند رو از دستشون در میا. لیبیش واسه مصر این همه معماری کردن تنتاویو مردم کوتا نمیان من صبح گفتم بحر... بحران خانگی جمهوری سامی جهانی شده لاقل منطقی شده امروز که بس سر اینه شده بورژوازی با بحران حکومتی تو کشور بعد از کشور رو برو خواهد شد تردیدی در این نیست بورژوازی خواب دوره با ببینه این بحران اقتصادی از زمان تاچر شروع شده از دهه هفتاد با فروپاشی شوروی عقبش انداختن با 11 سپتامبر عقبش انداختن الان خفتشون رو گرفته دیگه نمیدونن چیکار میخوام بگم این بکراند اقتصادی شد و صبحم گفتم سیاست رو تو سیاست جواب میدن سیاست رو تو اقتصاد جواب نمیدن و اگر بخوایم ما اینو جواب بدیم این یعنی این که ببینیم جوهر و کنه حرکت انقلابات منطقه و 99 درصدی ها این مشاهدات از انقلاب منطقه بود بحث شبیه من تو پلنوم قبلی داشتم قبل از 99 درصد بعد از 99 درصد من فهمیدم قضیه خیلی سریح خیلی رو اگر من میخواستم خیلی خوب فرموله کنم یا حزب ما بخواست خیلی خوب اون پرچم رو بلند کنه چیزی شبیه همینی که 99 درصد به نظر من یه شاهکار این جنبش اسم میشه ببینید چی گفته ما 99 درصد هستیم یعنی اولا جامعه طبقاتی ما مردم هستیم ما ما میگیم مردمون نگفت من بیانیه رو سایتشون دیدم بیانیه هومن هو رایس آمریکا هست میگه که بیلاف رایتز که مثل اون قانون خط اولش هست ما حکومتی از مردم برای مردم نمیدونم به وسیله مردم همون جمله رو برداشته میگه ما حکومتی از 99 درصد مردم برای 99 درصد مردم به وسیله 99 درصد مردم یعنی چی؟ نفیان میگه یه درصد قبول ندارم یه درصد قبول ندارم و من گفتم 99 درصد رو به تفسیر کنید ولی این مهم نیست اگر انقلاب سلبی است انقلاب هم سلبی است برید بگید زیر چی میزنه اون یک درصد تردیدی هست که سرمایه دارای آمریکا رو میگه کی و بعد همه قبل میگه ما 99 درصدیم و شعار میده همه قدرت به 99 درصدی ها معنی یعنی چی یعنی خلیات سیاسی از سیاسی از یک درصد آرتیکول نیست اسمش نداره افقش نداره به موضوع دفاعی میندازنش وقتی حرف کمونیسم بیاد چون بعد فوری بگه من شوروی نیستم من شوروی نیستم هم. همه اینا هست ولی اینا اینا کننده نیست مهم اینه که جنبشی همونطور که انقلابات علیه دیکتاتوری در کشورهای جهان سومی دیگه جهان سوم نیست زمانی که کمپ روسیه و کمپ آمریکا بود آمریکا دیکتاتوریشو با بهانه کمپ شوروی همین مصر رو قبل از اون کی بود سادات و بعدش همین مبارک و به عنوان دژ در مقابل شوروی نگرش داشتن کودت های 28 مرداد به عنوان دژ در مقابل شوروی و انقلاب 57 به عنوان دژ در مقابل شوروی میکوبیدن و هر جا میگفتی آقا این فرانکو ها چه کارن پینوشه ها چه کارن شاه ها خمینی ها چه کارن میگفت در مقابل بلای بزرگتر که ارتجاع سرخه یا خطر سرخه یا انقلاب سرخه اینا رو احتیاج داریم این جزئی از دموکراسی دموکراسی آنتی سوویت و ضد سوویت اینا دموکراسی هست سوویت که رفت دیکتاتور ریژیشش موند به آن گفتن ایشون حالا دیگه چی کار هست دیگه نوازه چی داری گفتم یه داره با اسلام سیاسی توضیح دادن آقا تروریسم اسلامی یمن با ماست چون داره تروریست ها رو میکوبه القایده رو دنبالش گذاشته مبارک دنبال القایده گذاشته لازم داری تروریسم اسلامی ولی بعد که انقلاب تونس شروع شد و تروریسم اسلامی هم نیروهای اسلامی هم تبدیل شدن به بلای جونشون دیگه تئوری دیکتاتوریشون تموم شد بورژوازی بورژوازی میدونم زندان و سرکوب و شکنجه داره ولی قبل از هر چیز تبین داره قبل از هر چیز نماینده آینده باید باشه نماینده تداوم از موجود لاقل باید باشه یکی گفتم از یه فیلسوف چپ مارکسیسی پرسید که آیا سوسیالیسم شما تخیلی نیست گفت میدین چی تخیلی ادامه وضع موجود گفت چیزی تخیلی تر از این نیست که شما فکر کنید 50 سال دیگه همین قضیه است این قضیه نیست ولی ما اینا معلوم نیست یا بربریت یا سوسیالیسم دیگه اینا ظرفیت بربریت حاکم کردن رو دارند تردید نکنید یک درصد اینجوری نیست که بیزار میره چون خیابونا رو شلوغ کرد قدرت رو باید گرفت و برای اینکه قدرت رو بگیری باید حزب قدرت سیاسی باشی و برای اینکه قدرت رو بگیری باید این جنبش عظیم طبق کارگر و الان گفتم جنبش کارگری رو تبدیل کنی به نیروی مدعی قدرت سیاسی و بگه من هزب، این حزب بنه و به جایی که تو انتخابات آمریکا فقط الان میتونه اینو بگه که حزب دموکرات مال وال استریت حزب دموکرات مال وال استریت بگه حزب آمریکا مال منه مال من استریت حزبشو میخواد اومدم تو خیابون تو پارک چادر زدم نمیشه برف میاد جمعت میکنن تو تورنتو گفتن دلشون کنی سه مسون میشه میرن خونش بوش اینقدر خیالش راحته <applause> یادتونه اون داستان دو بلدر چی بود چی بود کتاب دوستان میگفتن که آره برزگر میگفتن که یارو گفته میاد درو میکنه گفته کی میاد گفته به همسرش گفته گفته نمیان فلان نریم به اموش گفته به پسر اموش گفته گفته فردا گفت خودم میام گفت حالا بریم حالا بریم از این از این مزرعه میاد درو میکنه الان میگه شلوغ شده میگه که حزبی داره نه باشه زمستون میشه میره خونهش منو چالش سیاسی کرده نه سمینار گذاشته راجع بحران اقتصادی میگه منم یه نماینده میرم توش منم میرم میگم از اون تونتر میگم گفتم تو سوئیس سمینار گذاشتن گفت کاپیتالیسم رو میزه کاپیتالیسم اصلا قبول نداریم میگه ارتش داره قدرت چه داره بورژوازی از این ستون تا اون ستونه بورژوازی اپورتونیستی برجازی پراغماتیستی به نظران زندگی برجازی میشه من من این من پیش بینیم اینطوری میشه ولی این هنوز هیچ چی نمیگه هیچ چی نمیگه میره 500 سال دیگه هم میمونه اگه نری قدرت سیاسی ازش بگیری و چیزی که امید بخشه چیزی که تازه است چیزی که تو خیابونه اینه که خیابون اومده میگه من دولت بالا سر نمیخوام اینو فقط میگه 90 سر از هیچ بیشتر سر سوسیالیسم نیست سر حرف اقتصادی نداره غیر از اینکه مالیات‌ها رو بزنه بیا ببین چقدر برنامه شولی داره سر اقتصادیات ولی اون جایی که من کمونیست یاد کمونی میندازه من کمونیستو وقتی که میاد میگه که قدرت مافوق قبول ندارم وقتی میاد میگه رویای من از پارلمان در نمیاد وقتی میگه من اداره من جامعه رو میگیرم اداره میکنم وقتی حزب درست میکنه اسم کنگرهشو رو میذاره کنگره سراسری شوراها مجامع عمومی برنامهش نوش داره اونا کاری نداره مثلا ولی چند بار تو تاریخ آمریکا اتفاق افتاده که یکی بیاد حزب درست کنه به کنگره سرسش بگه کنگره مجامع اومی و این, خ... و این از آسمون اومده حزب مجمع اومی ما این و این حزب تو آمریکا نیست هیچ جای دیگه نیست متاسفانه این برنامه سیاسی اینو ما داریم و چیزی که این قدنامه میبینه تو, تو کنه این جنبش این حرکت چه تو قربش چه تو شرقش چه تو مصر و خاورمیانه چه تو آمریکا و اروپا و تلویبش. اینه که این جنبش میره که به چالش بشه قدرت مافوق مردم ما بعد آرتیکولش کنیم خودش این قدم رو نداده من واسش باید بدم من باید بگم شما چیزی که میدونید مردم چی نمیخواد شما میگید بالای سرم نواد قدرت باشه قدرت خودمم ایده کمون برید جنبنده مارکس از کمون پاریس بهشون بدید که نگه مارکس حق داشت به خاطر جلد سه صبح هم گفتم مارکس حق داشت به خاطر تز کمونش مارکس حق داشت به خاطر مانیفستش این جنبش میتونه اینو بگه دنیا اومده اینجا رو فاقا. ببینید کمونیسم اومد و شکست خود سمداری دولتی اگه مانیفست و مارکس دوباره میدوش یه فصل چاق در نقم سمداری دولتی داشت در کنار کمونیسم برژایی و فودالی و غیره مطمئن باشید ده صفحه هم راجب به این میدوشت. ولی نیست مانیفست مال قبل از اونه ولی در حال این مانه و مخصوص به حیا میکنن این جنبشو میترسوننش جز ممنوعاته داخترین میوه ممنوع سیاسی اینه که من بگی من کمونیستم تو غرب تو شرق اینجوری نیست خوشبختانه تو غرب اینجوری و به این دست نمیزنه ولی وقتی میری یک میلیمتر خراشش میدی میگه من کمون میخوام من جامعه کمونی میخوام من کمونیسم این دوره رو رفت میدم به کمون و به قدرت کمون بس خیلی داشتین تو خودمونم تز دولت چی میشه دولت در راه انقلابی چی میشه آخه حزب بعد قدرت رو بگیری گفتین حزب میگم میدونم همه اینا رو ولی حرف آخر لطفا اول بزن دیگه نمیتونه خیابون از تو جلو بزنه که نمیدونی تو با تزه دولت در دولت انقلابی و حزب قدرت سیاسی رو بگیرد که در مقال فرقایی تو ایران گفتیم که ادعای قدرت سیاسی نداشت به این خاطر که نوبتن فرا نرسیده برم تو خیابونی که میگه رویام از پارلمان در نمیاد میگم نه ولی من خوبم من پارلمان سوویتی میذارم خودش حزب خودشو میگه منت... بر مجمع عمومی من... منطبقه من میام میگم که اه... نه بعد بریم انقلاب سوسیالیستی رو رخ بکنیم قدرت رو میگیریم بعد دولت در مورد انقلابی میشه بعد بعد ان شاء الله شورا میسازیم مثلا شورا کلید نیست کمون شورا کومون کمون کلید رفقا کمون و کمونیسم من معنی ساده کمونیسم این قدنامه داره میگه بس بر سر نقد دولت موافق مردم در این جنبش شاه و این قدنامه داره میگه باید چیکار کنیم و نقد دولت موافق مردم معنی داره اینجا من واردش نمیشم یعنی نقد بروکراسی یعنی نقد دموکراسی دموکراسی پارلمانی مجرمه یعنی نقد ماشین دولتی و این نقدی که دیگه تکنولوژی امروز به کمکت میاد یعنی صبح گفتم یعنی یعنی انقلاب الکترونیک این قدنامه سر اینه و به این معنای قدنامه جهان شموله قدنامه ایران قدنامه مصر قدنامه همه جاست و من امیدوارم که با تصویر این قدنامه ما بتونیم از این فراتر بریم حتی و این بحث باز کنیم و بیشتر باز کنیم و قدم های عملیش رو بیشتر تعریف کنیم مرسی